انگلستان از شاکیان حمایت کننده از مجاهدین در دادگاه انگلستان طی سخنرانی گفت: ما از اتحادیه اروپا خواستار خارج کردن بلادرنگ نام مجاهدین از لیست تروریستی هستیم. این کاری شرم‌آور بود که دولت انگلیس به صورتی خودکامه و خارج از قانون نام مجاهدین را در لیست ممنوع گذاشت. اکنون باید حق ملت ایران برای مقاومت و برای تغییر دموکراتیک در ایران به رسمیت شناخته شود. من یقین دارم که تحت رهبری خانم رجوی ما شاهد استقرار صلح و آزادی در ایران خواهیم بود. آقای ژان پیر اسپیتسر، وکیل برجسته فرانسوی و وکیل مجاهدین در دادگاه عدالت اروپا، طی سخنان کوتاهی گفت: من قبل از هر چیز به خانم رجوی به خاطر سخنرانی عالی ایشان تبریک میگویم. در قبال سیاست استمالت اتحادیه اروپا و باج دادن به ملایان، من گفته چرچیل را یادآوری میکنم که گفت: مماشاتگران با هیتلر ننگ را پذیرفتند که از جنگ پرهیز کنند، اما با استمالت هم ننگ و هم جنگ را به دست آوردند. اتحادیه اروپا باید توجه کند که با نقض حاکمیت قانون ساختار اتحادیه اروپا را نفی می کند. آخرین سخنران این اجلاسیه پارلمانی آقای مایک دوهان، رئیس سابق کمیسیون خارجه و کمیسیون اقتصاد پارلمان هلند بود. وی در سخنان خود گفت: من این افتخار را داشتم که در روز صدور حکم دادگاه انگلستان در پاریس حضور داشتم و به خانم رجوی تبریک گفتم. در اینجا به اعضای برجسته مجلسین انگلستان پیروزی بزرگی را که به دست آورده‌اند تبریک می‌گویم. سیاست مماشات اتحادیه اروپا و آمریکا با رژیم ایران جداً سزاوار سرزنش است. با حذف فوری نام مجاهدین از لیست تروریستی، این سیاست غلط باید به فوریت تغییر کند.